خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. خوش اومدید به زوم نیوز امروز رادیو قبرس، بخش خبری جیهان آرام. قانون عفو کاری داره به مراحل آخر خودش میرسه. جزئیات و پیشنهادات مربوط به این قانون در دستور کار مجلس قرار گرفته. به نظرم قانون عفو کارگری تو روزای آینده قطعا تصویب خواهد شد و فراموش نکنید که این عفو هیچ ارتباطی با عفو مهاجرتی نداره و فقط از طریق کارفرما میشه انجامش داد. اما یه خبر خیلی مهم داشتیم در خصوص فشارهای خارجی به بخش یونانی جزیره در خصوص پذیرش استقلال سیاسی و برابری حاکمیتی ترکا در بخش شمالی. نمیدونم یادتون هست یا نه، دو سه سال پیش یه برنامه‌ای داشتیم به عنوان شک و در یکی از قسمت‌ها مقایسه‌ای کرده بودیم قبرس شمالی رو با تایوان. الان دقیقاً همون پیشبینی ما روی میز مذاکره قرار گرفته، یعنی مدل‌های تایوان و یا کوزوو رو دارن پیشنهاد میدن به قبرس جنوبی. برابری حاکمیتی به معنای یک کشور مستقل نیست و کشورهای اروپایی که در جریان مذاکرات بحران قبرس تلاش میکنن از جنوب خواستن تا این برابری حاکمیتی رو قبول کنه تا عملاً مذاکرات شکل بگیره. اون وقته که قبرس شمالی هم میتونه مثل کوزوو که الان توسط خیلی از کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده به رسمیت شناخته بشه. خانم کوهلار اگه این اتفاق رو بتونه رقم بزنه قطعا اتفاق بسیار بزرگی برای قبرس شمالی خواهد افتاد. الان که مرور میکنم اتفاقات این چند سال اخیر رو میفهمم که بی خود نبوده وزارت خارجه بریتانیا از دولت جنوب خواسته بود تا ارجان رو به رسمیت بشناسه. هیچ بعید نیست که به زودی ماده 133 توافقنامه روابط تجاری اتحادیه اروپا با کشورهای ثالث که در ارتباط با قبرس شمالی هست و از سال 2004 تو کمیسیون اتحادیه اروپا هست تصویب بشه. هرچند که پیشنهاد این ماده تو همون سال پس گرفته شد اما هیچ وقت از کمیسیون خارج نشد. در جریان بازرسی‌های ترافیکی از مجموع 2346 خودرو در سراسر کشور 1988 راننده جریمه، 16 نفر دستگیر و از تردد 165 وسیله نقلیه هم جلوگیری به عمل اومده. توجه کردید که بیشتر از نصف ماشین‌ها جریمه شدن، پس لطفاً مراقب باشید. پوتین دوباره شد رئیس جمهور روسیه. چیزی که جالبه اینه که هر دوره رأی ایشون بیشتر میشه. دفعه اول حدوداً 65% رأی آورده، دفعه قبل 76% و این بار هم 87%. کلاً سیستم‌های دیکتاتوری همه شبیه به همه. پوتین گفته رویارویی روسیه و ناتو به رهبری آمریکا میتونه منجر به جنگ جهانی سوم بشه. یه خبر خیلی ویژه هم بدم به همکاران و ایجنت هایی که با شرکت جیهان آرا همکاری میکنن. تو یه روز مونده به نوروز قراره یه آفر و شرایط خیلی خاص به این عزیزان اختصاص پیدا کنه. فرقی هم نداره قدیمی هستند یا جدید، یا حتی از این به بعد میخوان با این شرکت کار بکنن. من نمیتونم در این خصوص توضیحات بیشتری بدم، پس خودتون با شماره 0533-889-9880 تماس بگیرید. قیمت امروز دلار تو قبرس شمالی 61950 تومان، یورو 67650، پوند انگلیس 78950 و لیر ترکیه 1930 تومان بود. دمای هوا برای فردا: ماگوسا و اسکله 10 تا 20 درجه، نیکوزیا 8 تا 21، گیرنه 9 تا 20، لفکه 10 تا 21، پافوس 9 تا 20، لیماسول 8 تا 21، لارناکا 9 تا 21 و کارپاس 9 تا 16 درجه سانتیگراد گزارش شده. و حرف آخر این که میگن شیخ کاظم صادقی امام جمعه تهران رفته شکایت کرده از شخصی که 4200 متر زمین تو بهترین منطقه تهران
به نام ایشون و فرزندان ایستاده، اونم بدون اطلاع این شخص. نمیدونم چرا یاد یه خاطره ای از یه پلیسی افتادم که تعریف میکرد یه قاچاقچی مواد فروش رو دستگیر کرده بودن در حالی که مقدار زیادی مواد رو تو مقعدش جاسازی کرده بود. بهش میگن اینا چیه؟ بنده خدا میگه من که خبر ندارم، حتما یکی با من دشمنی داشته و این مواد رو اونجا جاسازی کرده بود. رویا خوب، دلتون شاد، لبتون خندون.